بینندگان عزیز و ارجمند، بعضی دم شهیدان اخبار ورزشی، تو مقدمه خدمتتون عرض کردم که هادی نوروزی کاپیتان با اخلاق پرسپولیس از میان هممون رفت. واقعا یه مرگ شوک‌آور و بهت‌آوری داشت هادی نوروزی. تسلیت عرض میکنم به خانواده فوتبال ایران، خانواده هادی نوروزی. بحث‌های متعددی امروز خواهیم داشت با حضور سه مهمان گرامی. پیام یونسیبور، دوست خوبم از وین اتریش، که این هفته تلفنی با ما هست. خانم دکتر دریا صفایی، فعال مدنی و حقوق زنان از بروکسل بلژیک، و کوروش بازیار، مهمان خوب برنامه از آلمان، که خدمتشون هستیم و تصمیم داریم حواشی فوتبال و مسائلی که هفته گذشته در فوتبال ایران اتفاق افتاد و خدمت بینندگان عزیز و ارجمند تر بکنیم. حالا در همه این اخبار ناگوار یه خبر خوب و مسرت بخش و شادی آفرین فوتبال ایران رو واقعا تکان داد، فوتبال دنیا و فوتسال دنیا رو تکان داد. قهرمانی مقتدرانه و افتخارآمیز بانوان فوتسالیست ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا برای اولین بار در مالزی برگزار شد. ایران موفق شد ژاپن رو، یکی از قدرت‌های مطلق فوتسال و فوتبال زنان در دنیا رو شکست بده. واقعا کاری کارستان کردن بانوان ایرانی، باید تبریک بهشون گفت و واقعا دست مریضات دارن. خیلی کوتاه میخوام با پیام صحبت بکنیم، بعد میریم سراغ مهمانان گرامی، چون واقعا پیامم به سختی تونستیم پیداش بکنیم. پیام جان، تسلیت میگم. در گذشت هادی نوروزی رو، و خبر بسیار بدی بود برای همه علاقمندان فوتبال، چه صحبتی در این باره داری؟ سلام عرض میکنم خدمت شما، همه بینندگان محترم برنامه‌تون. واقعا هفته گذشته بود صحبت میکردیم در مورد، من صحبت کردم، گفتم که به هر حال اگه از وقت خودم که بگذاریم در بذاریم کنار، که هفته پیشم گفتم چهار خبر فوت توی شیش ماه، حالا شد پنجمین خبر، لاقل در مورد دوستان، اطرافیان، اقوام خودم، که آخریش به هر حال هفته گذشته در رمضان روز پیش دختره و حال 24-5 ساله بیدش که رفته سکته مغزی توی تهران فوت کرد، و حالا میشنن که یه ورزشکاری پشتگیر بوده، درجه اول فوتبال بوده، و خوشبختانه هیچ مسئله و انگی در مورد این که حتی بخواییم بگیم که خدایی نکرده استعمال دخانیات داشته یا به حال از مصرف مشروبات الکلی داشته بهش نمیچسبه، نچسبیده و نخواهد چسبید، و ما میشنویم که در سن 30 سالگی دچار سکته قلبی میشه و فوت میکنه. و خیلی دارم به این فکر میکنم که آخرین بی اخلاقی که من از هادی نوروزی دیدم متعلق به چه زمانی هستش. آخرین کارت قرمزی که ازش دیدم یادم میاد بیمارستان شدم زنگ زدم، خب بخاطر مسائل فنی. من هیچ اخیرا واقعا هادی نوروزی بی اخلاقی داشته باشه. امروز نمیخوام در اساس در حال اون رسم زنده کشی و مرده پرستی که همه ما همیشه داشتیم در مورد هادی صحبت بکنم، ولی واقعا واسه من خیلی عجیبه یه ورزشکار توی این رده سنی توی ایران دچار سکته و حمله قلبی میشه و فوت میکنه، و این میتونه واسه ما یه زنگ خطر باشه برای همه ماها، برای همه ساکنان کشور ایران، که واقعا این اتفاق ما واقعا فقط میتونم بگم زنگ خطر. یعنی باید فکر بکنیم. من میدونم که به حال تلاشی داره میشه برای اینکه رشد جمعیت در کشور ایران افزایش پیدا بکنه، و به حال جمعیت ایدئالی که مد نظرشون 750 میلیون نفر داره از سر بودن پشیمان گشته. این مرحمت فرموده ما را مست کنید، واقعا این 780 میلیون نفر باقی نمونن با این روند، خدای نکرده زبان اونلال نرسیم به یه جمعیت 10-15 میلیون نفری در 10 سال آینده. باید خدا رو شکر بکنیم. هادی نوروزی به هر حال واقعا یه شکل بزرگ بودن. این چند روز اکثر که نگاه میکردیم دیدیم که به هر حال بازیکنهای تیم ملی چجوری عشق میرسن، بازیکنهای افتخار، بازیکنهای پرسپولیس. واقعا صحبت کردن در موردش انقدر عجیب و غریبه که آدم نمیدونه واقعا باید در مورد چجوری صحبت بکنه. کجای تاریخ ما داشتیم که یه کاپیتان یه تیم بزرگ، اونم با کاپیتانی که واقعا لحاظ روحی و روانی جسمی در چنین سلامتی فوق‌العاده قرار داشته، واقعا چنین اتفاقی واسش بیفته فکر بکنیم. حتما نمازش همینجا ساده نیست، راحت نیست، خیلی دردناکه، خیلی عذاب آوره، ولی خب به هر حال نمیتونیم به این اتفاقیه که افتاده. امیدوارم که واقعا فوتبال ایران خدای صبری بده برای چنین اتفاقی. بسیار ممنونم پیام، دوباره بهت برمیگم. میدونم که خیلی هم حالا توی وین اتریش گرفتاری این مسائل داری، اما برمیگردیم و
سعی میکنم که زودتر مسابقه با تو تموم بشه که بتونی به کارات هم برسی. خانم صفایی ممنون و متشکر. خانم صفایی بسیار ممنون از حضورتون در برنامه. خب اخبار ناگوار مرگ حجاج ایرانی در منا، مرگ ناگهانی هادی نوروزی در تهران که واقعا بهت‌آور بود. در کنار همه خبرهای ناگوار یه خبر بسیار خوب مسئله بخش هم داشتیم، قهرمانی تیم بانوان فوتسالی تهران که واقعا اصلا آسیا رو تکون داد. برای خیلی اصلا غیر قابل باور بود که اصلا تیم فوتسال بانوانی وجود داره. ما اصلا صحبت شما رو در این مورد بشنم. بله، با درود خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه، و دقیقا همونطور که میگید وسط تمام این اخبار ناگوار ناگهان میشنویم که بانوان ما در رشته فوتسال قهرمان آسیا میشن. مسلما برای تک تک ما ایرانی ها باعث افتخاره، به خصوص که اگر از این دریچه بهش نگاه کنیم که میگم یکی از علایق من به دنیای ورزش و به ورزشگاه ها به این شکله که در حقیقت ورزشگاه رو مثل یک جامعه کوچیک میبینم. این بانوان در نهایت دشواری به یه همچین مقامی دست یافتن، همونطور که زنهای ما در ایران با تمام تبعیض‌هایی که مواجه هستن، با تمام فشارهایی که روشون هست و تمام بیمهری‌هایی که میبینن، میتونن همیشه جز بهترین ها باشن. حقیقتا شرایط خیلی دشواری داشتن تیمشون زمانی که کشور رو ترک کردن برای این مسابقات. دیدیم که خانم اردلان جا موندن از تیم به دلیل مشکلاتی که باز هم بر اساس و پایه تبعیضیه که به زنها در حکومت در جمهوری اسلامی روا میره، و خب مسلما روحیه خیلی شادی نداشتن که کاپیتان تیمشون نتونسته همراهشون باشه. در شرایطی که بازی کردن باز هم زیر تبعیض پوششی که داشتن، مسلما اون پوشش انتخابشون نیست، کسی با اون پوشش که واقعا دشوار دست و پاگیره، نمیتونه درست حسابی ورزش آدم بکنه توش، و خب دوندگی هایی که میکنن گرم، اون هوای گرم که احتیاج داره بدنشون تنفس بکنه که متاسفانه نمیتونن، و اون تفاوتی که خودشون رو میبینن در کنار بازیکنهای تیمهای خارجی، احساس میکنن خب پوششی که خودشون دارن مناسب نوع ورزشی که میکنن نیست. اون احساسی که بهشون دست میده یه احساس بسیار ناخوشاینده، و این از نظر تبعیضی که توی پوشششون داشتن. باز اگر نگاهی بکنیم به امکانات ورزششون که خودتون میدونین که واقعا امکانات ورزشی این بانوان در حد بسیار کم بود. حالا دوباره برمیگردیم، من چون روی موضوع هم بحث دارم، روی مخصم موضوع نیروفل اردلان که واقعا اصلا یه واقعا جای تأسف داره برای یه همکار ما در شبکه ورزش که مجری شبکه ورزشه و خودش داره در مورد ورزش صحبت میکنه، همسرش اجازه نمیده. حالا واقعا باید بحث بکنیم. بینندگان عزیز و ارجمند، تو ادامه برنامه میخواستم واقعا تو همین بحث قضیه منا، من یکی از دوستای خوبم از دست دادم، خبرنگار و مجری خوب شبکه خبر سید حمید رضا حسینی، که واقعا بعد از اینکه یه هفته میگفتن مفقود الاثر ما سید حمید رضا حسینی رو از دست دادیم، واقعا که از اون مجریا و خبرنگارای درجه یک و با اخلاق صدا و سیما بود. واقعا من خودم رضا و خیلی از دوستایی که باش کار میکردیم همیشه ازش چیز یاد میگرفتیم، روحش شاد. کوروش جان، میخواستم درباره، حالا ما امروز بحث فوتبالی فنی نخواهیم داشت، میخواییم یه مده به این بحثای بانوان و این مسائل این چینه و حالا هادی نوروزی هم بحث بکنیم. می‌خواستم نظر شما رو درباره این خبر بهت‌آور درگذشت هادی نوروزی بدونم که تو این چند سالی با هم برنامه داشتیم واقعا به دفعات درباره خصوصیات فنی هادی صحبت کردیم. حالا می‌خواستم درباره این مسئله که واقعا هادی نوروزی از میان ما رفت، دو تا فرزند خردسال داشت که واقعا بسیار سخته برای خانواده هادی نوروزی که بتونن این قضیه رو حذف کنن و تحمل کنن. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم صفایی و همه همیهنان عزیزمون. تسلیت میگم به جامعه ورزش، به خانواده بزرگ فوتبال، باشگاه پرسپولیس و همه هواداران این تیم در گذشت هادی نوروزی کاپیتان و بازیکن با سابقه پرسپولیس رو. آقای خسروجلی، ما اگر به سالهایی که هادی در پرسپولیس بازی کرد دقت کنیم، چه زمانی که به عنوان نفرات پشت سر کاپیتان و چه به عنوان کاپیتان وارد زمین شد، هیچ
حاشیه‌ای از هادی نشنیدیم و این زمانی هم که بازوبند رو بر بازوبند تیم رو وارد زمین میکرد به جرأت میتوان گفت یکی از کم حرفترین و کم مصاحبه ترین کاپیتان های طول تاریخ پرسپولیس بود و تیم رو به جلو میکشوند و هیچ تنشی در تیم از جانب هادی به تیم تزریق نمیشد. تصدیق میگم بازم این زایه دردناک رو ما در فوتبال داشتیم، بازیکنانی رو که در وسط زمین در هنگام انجام مسابقه جونشون رو از دست دادن. بازیکن نیجریه‌ای بود که داوید فارامولا اگر اشتباه نکنم که هنگام مسابقه جونش رو از دست داد. ما بایستی بازیکنانمون به سلامتشون بیشتر ارزش قائل بشن و هر مشکلی رو با پزشک تیم در میان بذارن که شاهد این چنین اتفاقات ناگواری دیگه نباش. بسیار ممنونم کوروش. همون مارک ویویان فو کامرونی معروف هم که در تیم منچستر سیتی هم یاد بشه بازی میکرد، اونم در میانه بازی به نوعی سکته قلبی کرد و از دنیا رفت. واقعا جای هادی نوروزی به هیچ عنوان در پرسپولیس پر نخواهد، نه به عنوان بازیکن، به عنوان کسی که واقعا در همه زمینه‌ها حرف اول رو میزد، خصوصا در اخلاق. پیام جان خیلی مزاحمت نمیشه، میخواستم درباره این قهرمانی تیم فوتسال بانوان صحبت بکنیم که واقعا خیلی در وزارت ورزش در فدراسیون فوتبال اصلا اسمی از این تیم نبود. جالب اینجاست که در زمانی که قهرمان شدن یک نفر از همین وزارت ورزش خصوصا رباب شهریان نرفت به این دوستان خسته نباشید بگه و دیگه اوج اون داستانم که عدم حضور نیروفر اردلان کاپیتان شایسته این تیم بود. نظر شما رو می‌خواستم بپرسم. واقعیتش این شاید واسه دوستان به هر حال مشغله های بزرگتر و مهمتری وجود داشته که نباید، ولی خب به نظر نرفتنشون کار زشتی هم نبود، وقتی که یعنی کار بدی هم نبود، وقتی قرار همه امور مربوط به فدراسیون فوتبال و همه مسائل مربوط به فدراسیون فوتبال با مخالفت و سنگ‌اندازی وزارت ورزش روبرو بشه، خب چه بهتره که وزارت ورزش اصلا توی موفقیت‌ها حضور نداشته باشه. من یه گریزی بزنم به اتفاقی که چند روز پیش افتادش توی مجلس شورای اسلامی و به حال گرفته شدن یک کارت زرد آقای محمود گودرزی وزیر محترم ورزش و جوانان. ایشون رو ورده بودن اونجا سوال کرده بودن در مورد شبهاتی که در مورد فساد مالی یکی از معاونینشون توی وزارت ورزش وجود داره. ایشون رو ورده بودن اونجا سوال بکنن در مورد اینکه چرا در امور فدراسیون‌های بسکتبال، کشتی، والیبال، فوتبال و و و و دخالت میشه. آقای گودرزی وزیر محترم برگشته بودن گفته بودن که شما به من باید کمک بکنید که ما بتونیم در مسائل مربوط به فدراسیون فوتبال ورود بکنیم و اونجا نفوذ داشته باشیم و دخالت بکنیم. یعنی اصلا کلا ایشون اصلا توی یه فضای دیگه، یه باغ دیگه، توی یه داستان دیگه ای هستن انگار. اینا برمیگردن به شما میگن که شما چرا دخالت میکنین، ایشون برمیگرده میگه که به من کمک بکنید که بتونم دخالت بکنم. به هر حال اتفاق عجیب و غریبی نبوده، هر موفقیتی که اونجا به دست بیاد به هر حال از توی وزیر ورزش و مجموعه ای که الان دارن با ایشون کار میکنن اتفاقات ناخوشایند و مکروهی تلقی میشه، حالا چه موفقیت باشه چه ناکامی باشه. و به هر حال نتایجی هم که این تیم داره میگیره، این تیم به هر حال بانوان گرفتن و موجبات هیئت وجود آورد، با قدردانی وزیر ورزش نه بالا میره نه با نشناسی وزارت ورزش پایین میاد. این چیزی که به هر حال مهمه اینه که امروز توی سایت های معتبر جهانی ما داریم باستا بشون میبینیم، توی مردم کشورمون داریم خوشحالیشون میبینیم. حالا اهمیتی هم نداره اگه برن یه دسته گل دور گردنش، اهمیت داره مسلما خیلی داره، ولی خب ننداختن یه دسته گل دور گردن قهرمان خانم کشورمون هم واقعا خیلی عجیب و غریب نیست. بسیار ممنونم ازت پیام جان، خیلی دوست داشتیم بیشتر با صحبت بکنیم، اما خب میدونم که من پوزش میخوام بابت این فرصت اندکی که حالا به خاطر یه سری مسائل کاری که اینجا واسم به وجود اومده این هفته این شکلی شدش، و امیدوارم که از هفته دیگه استاد کامل جامع در خدمت. بسیار ممنون، اگه صحبت نمونم با خداحافظی میکنم. موفقیت شما و همه هموطنان عزیزم و همینطور مهمانان برنامه‌شون میخوام موفق و معید بشید و خدا نگهدار. بسیار ممنونم از پیمان یونسی پور. خانم صفایی، خب تیم فوتسال قهرمان آسیا شد با همه مسائل مشکلاتی که جالب فرشته کریمی موقعی که در برنامه 90 هم داشت صحبت میکرد ازش عادل فردوسی پرسید که قرارداد شما چقدره، اصلا رقمی رو اعلام کرد که شرم‌آور، سالی 20 میلیون تومان، اونم مثلا تیم دانشگاه آزادی که اگه بتونه پرداخت بکنه. سایر باشگاه‌ها که اصلا
پولی نمیدن. همین فرشته کریمی در پرسپولیس بازی میکرد، پولشو ندادن. میخوام از شما بپرسم واقعا چه اتفاقی داره میفته؟ 20 میلیون تومان شاید بگم پول تجربی یه بازیکن لیگ برتری باشه که داره مثلا هر یه هفته ای خرج میکنه قراردادای میلیاردی. این اتفاقا رو کنار هم دیگه میذاریم، میبینیم که کاپیتان تیم ملی ما هم همسرش نمیذاره بره. خب کسی که خودش در شبکه ورزش مجری هست، داره از ورزش صحبت میکنه، داره از موفقیت صحبت میکنه، میاد اعلام میکنه که قسمت نبوده حتما ایشون بره. یا مثلا میگه که باید حقوقش رو ازش بگذره تا مثلا بتونه این اتفاقا بیفته. به عنوان یه زن، به عنوان یه فعال حقوق زنان، این مسائل کنار هم میاد به چه جنبندی میرسه؟ در حقیقت همونطور که همین الان خودتون دارین میگین، اینا فاجعه هاییه که داره تو کشور ما اتفاق میفته. یعنی آدم وقتی نگاه میکنه به این که در چه شرایطی اینها میرن بازی میکنن بدون هیچ گونه امکانات، رفاه مالی که اصلا ندارن و باز هم افتخار آفرینی میکنن، باز هم سر کشورمون رو بالا میبرن، با خود واقعا آدم فکر میکنه به اینکه آیا این قوانین وقتش کی میرسه که این قوانین به نوعی اصلاح بشن. مثلا همین فرشته کریمی وقتی صحبت میکرد از اینکه مبلغ ناچیزی که حتی از پرسپولیس طرفدار بودن بهشون تسویه حساب نمیکردن، برای اینکه میگفتن رضایت میدیم که بریم ولی فقط پولتون هم احتیاج نیست بگیرین. بعد همین خانم کریمی حتی نمیتونه مربی، حتی نمیتونه بره در تیم‌های خارجی بازی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه نوع پوششی که باید رعایت کنه برای اینکه برای تیم ملی ما بتونه افتخار آفرینی کنه مناسب با بازی در کشورها یا تیم‌های باشگاه‌های خارجی نیست. محدودیت‌هایی که برای اینها وجود داره، یا مثلا خانم اردلان، در کل این بحثی که الان برای نیلوفر اردلان در بسیار بحث داغ و غم‌انگیزیه، داستانی که زندگی یک زن رو میتونه از این رو به اون رو بکنه، زنی که افتخارش رو جا گذاشت به خاطر اینکه اجازه خروجش دست همسرشه. یک همچین قوانینی الان وقتی این شده که ما این رو ببینیم، اینها سالهاست قوانین کشور ماه و ما داریم عملا میبینیم که هر روز قربانی‌های زیادی داره، ولی ببینیم چه فجایعی داره به بار میاره. و اینکه واقعا جای تأسفه که یک زنی به همچین مقام و مسندی باید بره خواهش کنه از همسرش حق و حقوقی که داشترم ببخشه، باز هم پاسپورتی نداشته باشه، اجازه برای خروج نداشته باشه و دست به دامن همین مسئولانی بشه که واقعا تمام حقوق یک زن رو ازشون گرفتن، برای اینکه فقط بتونه بره کنار تیمش افتخار آفرینی کنه به اون جایی که تعلق داره، اون چیزی رو که براش سالها زحمت کشیده. در حقیقت از اردلان چیزی گرفته شد که هیچ وقت تو زندگی شاید دیگه نبینه و این مشکل تمام زنای ایرانه. و الان ما میبینیم که چگونه یه همچین اتفاقاتی در سطح ورزشی داره دست و پاگیر میشه. خانم صفای عذر میخوام، حالا تو همین اسنا خانم ملاوردی هم معاون رئیس جمهور که بعضی موقع اصلا میگه خودی نشون میده، بعدش هم با یه تشر میره کنار، میگه بعد این قوانین اصلاح بشه و خلاصه اتفاقات دیگه ای بیفته. میخواستم از شما سوال بکنم، خب همین دور هیئت دولتی که بعد لایحه برای تو مجلس تصویب بکنه، خود آقای روحانی که اعلام میکنه زن و مرد باید یکسان باشن و دفاع هم در حرف دفاع میکنه از حقوق زنان، اما در عمل مثلا میبینیم یه کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان ایران که افتخار این مملکت میتونه باشه این همه زحمت کشیده، در زمانی که باید تلاش زحماتش رو ببینه نمیتونه بره. میخوام از شما سوال بکنم، چشمنداز که واقعا تاریکه که مثلا بخواد درست بشه، خب پس چرا مسئولان دولت میان میگن که این قوانین باید عوض بشه؟ موقعی خودشون هم میدونن که حریف قوه قضاییه یا مثلا شورای نگهبان یا مجلس نخواهند شد. دقیقا همین چیزی که شما میگین صادقانه ترین کار و بهترین کار رو همون لاله افتخاری کرد که در حقیقت با یک جمله گفت کار زیادی نمیشه کرد، حتی زن بدون اجازه همسرش از خونه هم نباید خارج بشه، چه برسه اینکه بخواد سفر بره به کشور خارجی. حقیقتیه این چیزی که شما میگین، با چنین قوانینی با چنین شرایطی، اینکه مسلما متوجه هستم که خانم ملاوردی آرزوی تعویض عوض کردن خیلی چیزها رو دارن، ولی با یک گفتار درمانی مسائل حل نمیشه.
اینها مسائلیه که وظیفه دولت بهش رسیدگی کنه. الان یه قانونی که دست و پای انسانها رو گرفته در قرن 21، چرا باید اجازه یک زن دست یک انسان دیگه باشه؟ حالا میخواد مرد باشه، میخواد زن باشه، میخواد هر چی باشه، هر انسانی مستقل باید بتونه حق حرکت داشته باشه. درست. حتی این خانم اردلان حق جدا شدن از همسرش رو نداره که بتونه به اجازه خودش سفر بکنه. دیگه بریم تا بقیه این که چقدر به قول شما چشمنداز تاریکی و چقدر چیزها باید اساساً عوض بشه تا ما بتونیم حق و حقوق ابتداییمون رو داشته باشیم. بسیار ممنونم کوروش جان. من توی فضای مجازی خیلی مطالب دیدم، من توی صفحه فیسبوک شما هم که رصد میکنم دیدم که مطلبی در مورد همین قهرمانی تیم فوتسال بانوان زده که واقعا مطلب بسیار خوب و جای خوشحالی بسیار زیادی هم داره. در این حال انتقادم کرده بودی از همسر نیروفر اردران که واقعا خیلی از کارمندان و مجری صدا و سیما آدم های شریفی هستن، ایشون نمیدونم که چطور کاری کرد که حالا سوابق و از نظر اخلاقی اونها رو هم زیر سوال بود. خودت به عنوان یه مرد ایرانی که من میدونم مردان ایرانی هم شعور مشخصی داره، هم از نظر اخلاقی در سطح بالایی قرار دارن و بالاخره میتونن موفقیت های همسرانشون هم در کنار موفقیت خودشون ببینن. میخواستم درباره اون قهرمانی هم صحبت بکنی که قهرمانی شیرینی بود. همین که واقعا این برای داستانم اون قضیه رو میبینیم، مثلا واقعا اگه یه آلمانی، اگه یه انگلیسی، یه بلژیکی، یه امریکایی مثلا ادمای سوالی بکنه و این قضیه رو ببینه که تو خیلی از رسانه ها نمود داشت، من خودم نمیتونم جواب بهشون بدم. در مورد فنی مسابقات، بعد از پایان مسابقه و مسجل شدن قهرمان ایران به همراه خانم شجاعی نایب رئیس سابق فدراسیون مهمان یکی از شبکه‌های تلویزیونی بودیم و ایشون گفتن که ما به خاطر مشکلاتی که فوتبال داره دخترانمون رو وارد سالن کردیم و به زعم ایشون پیشنهاد خانم شجاعی بود که اصلا اولین دوره مسابقات آسیایی برگزار شد و ایران به این موفقیت رسید. هر کسی باعث و بانی این موفقیت بود به شخصه ازش تشکر میکنم و در مقابل این اراده از و ایده ایشون سر تعظیم فرود میارم. اما ای کاش خانم شجاعی میگفتن که بین فوتبال و فوتسال چه فرقی هست؟ آیا اون بازیکنی که فیزیک و مکانیسم بدنش برای فوتبال ساخته شده آیا قادر به بازی در سالن هم هست؟ آقای خسوجری شما بهتر میدونید، هم فوتبال بازی کردید هم فوتبال گزارش کردید و فوتسال رو از نزدیک هم حس میکنید. شما همه چیز فوتسال با فوتبال فرق میکنه، حتی توپش هم یک جنس و یک نوع دیگه است. حالا پوشش رو خانم صفایی به خوبی اشاره کردن، من تجربه کار با دختران رو هم در چمن و هم در داخل سالن داشتم و نازکترین و سبکترین لباسهایی رو که میتونستیم در بازار براشون تهیه کنیم برای تمریناتشون تهیه میکردیم که اینا اذیت نشن، چرا که هوای داخل سالن باعث میشد که اینا عرقسوز بشن و اذیت میشدن. این دختران نازنین ما با تمام این شرایط اومدن و قهرمان شدن، ولی کسی نبود بیاد بگه که این دختران ما در چه سالی فوتسال رو شروع کردن، دختران ژاپن رقیب تیم ایران در فینال چه سالی فوتسال رو شروع کردن، حریفان تمرینی هم بازیان دختران ژاپنی در مهد کودک، دبستان، دبیرستان، دانشگاه پسران بودن. میدونیم وقتی که یک دختر در کنار یک پسر تنه به تنه بشه، فوتبال بازی کنه، والیبال بازی بکنه، تنیس بازی کنه، فیزیک پسران طوری است که دختران رو بالا میکشه. رقابت دختر با پسر در همه جای دنیا باعث پیشرفت دختران میشه، ولی ما متاسفانه میایم چشممون رو واقعیت ها میبندیم و دخترانمون رو یک شبه میاریم وارد سالن میکنیم، ازشون قهرمانی میخوایم. به هر صورت با تمام کمبودها تیم ما قهرمان شد، دستشون در نکنه. در مورد اون مشکل نیلوفر اردلان و آقای توتونچی، اولا که مسئله شخصی است، اما این مسئله شخصی ممکنه گریبان دختر من و شما رو هم در آینده بگیره. آقای خسروجری، ما از عدم آموزش در خانواده هامون رنج میبریم. نه پسر من آموزش دیده چطوری با یک خانم رفتار کنه و نه دختر شما
در ایران آموزش دیده که چطوری از حق و حقوق خودش دفاع کنه. ای کاش وقتی که آقای توتونچی اومد از نیلوفر خواستگاری کرد، برای همیشه ایام به جای امضای 50 برگ اقنامه یک قولی که به خودش داده بود رو انجام میداد. ایشون با یک دختر فوتبالیست که پدرش هم اتفاقا فوتبالیست نامداری بود ازدواج کرده بود، یعنی یک بچه مشترکی از نیلوفر و آقای توتونچی بود که اینها نمیگم همه اون فوتبالی بودن بود، ولی یکی از وجوه مشترکشون فوتبال بود که اینها ازدواج کردن. و نمیشه شما بی قول و قرار بذاری مهریه رو برای اثبات اون قول و قرار قبول بکنی بعد فردای روز زیر قول و قرارت بزنی. به هر حال این مشکل ممکنه برای همه ماها، برای فرزندان ما پیش بیاد. این مشکل شخصی نیست، من مشکل نیلوفر و مشکل دختر خودم میدونم و امیدوارم ماها بیایم در زندگی خصوصیمون آموزش های زندگی اجتماعی رو به فرزندانمون بدیم، بهشون آموزش بدیم چگونه از حق و حقوقشون دفاع بکنن، که در دنیای مدرن کسی مدرک امضا نمیکنه، چرا که به قول آلمانیا فشبراخن، یعنی من حرف زدم. ولی متاسفانه میبینیم که اینجوری میان با آینده یک نفر بازی میکنن، به قول اون شاعر دوست داشتنی عزیزمون که گفت اگه از پرنده پرواز رو بگیرن چه میمونه. من نمیدونم الان نیلوفر اردلان واقعا در آینده زندگیش چه کار خواهد کرد. بسیار ممنونم. کوروش، خیلی کوتاه میخواستم از سوال بکنم، خب این آقای توتونچی که در شبکه ورزش هم مجری است، خب دیگه با این حرکتش دیگه من فکر نمی کنم دیگه وجود کاری داشته باشه دیگه. صحبت و تبلیغ کردن از ورزش و سلامتی و تندرستی و ورزش به عنوان ورزش آقایون، به زعم خود که یه بیننده هستی، اگه این آدم و این انسان اونجا ببینی داره ورزش رو تبلیغ میکنه، داره صحبت ورزش میکنه، آیا بازن ادامه بیننده اون برنامه خواهی بود؟ متاسفانه همین چیزی که شما اشاره کردین ناخواسته به من دست داد و من واقعا فکر میکنم که نبایستی وقتم رو در پای برنامه کسی تلف کنم که برای حق و حقوق یک همنوع. من اصلا فکر نمیکنم نیلوفر اردلان همسر ایشون بوده، با ایشون پیوند زناشویی رو انجام داده و سند عقد رو امضا کرده. من فکر میکنم که آقای توتونچی اگر جاش بیفته به جای ممنوع خروج کردن راحت میتونست جان نیلوفر رو هم بگیره، چرا که به نظر من جان نیلوفر در زمین فوتبال بود و فوتبال بازی کردن که ایشون ازشون گرفت. بسیار ممنونم. من واقعا متاسفم واسه یه همکار سابق اون که در صدا آزمون، واقعا این آدم تمام همکاراشو بود زیر سوال و الان در هر کجای دنیا این مطلب رو هر انسانی میبینه یا میشنوه و میخونه، واقعا اشاره میکنه به مردان ایرانی و اون اتفاقاتی که میفته. خب یه نفر میاد تمام این مسائل رو درست میکنه و واقعا نمیشه، من نمیدونم اسمش چی باید گذاشت. من خودم از طرف خودم و دوستان و تمام مردان عذرخواهی میکنم، تأسف برانگیز حرکت ایشون و واقعا من برایشون متاسفم. خانم دکتر صفایی، خیلی کوتاه میخواستم ببینم شما که کمپین های مختلفی راه میندازی، فعال حقوق زنان هم هستی، در مورد این داستان حرکتی انجام خواهد شد یا نه؟ حقیقتا این داستان یکی از زیر مجموعه های داستان مبارزات کمپینی هستش، در حقیقت مبارزه با تبعیض جنسیتی. و فراموش نکنیم تا زمانی که حتی اگر ما در خونه هامون یاد بدیم به فرزندانمون، به پسرانمون، به دخترانمون، پسر چجور باید با یک زن رفتار کنه، دختر چجور باید حقوق خودش رو بگیره، فراموش نکنیم اون چیزی که دست و پای ما رو تو ایران بسته آقای توتونچی نیست، اون قوانینیه که وجود داره که به آقای توتونچی اجازه میده چنین حرکت زشت و زننده ای رو مرتکب بشه. خانم صفایی، من یه چیز میخواستم بگم، مثلا میگم اگه نیلوفر اردلان یه زن معمولی بود، خب اگه پاسپورتش رو که هیچ، اگه همه چی هم قایم میکردن کسی نمیفهمید، ولی خب موقعی که این حرکت آقای توتونچی میکنه مسلمه که کاپیتان تیم فوتسال مملکت و همه دنیا میفهمن دیگه. اتفاقا دقیقا نکته همینجاست، در واقع آقای توتونچی با کار نادانسته‌ای که این مرتکب شد در حقیقت مشکل تک تک زنهای ایرانی رو بیان کرد و این اون چیزیه که مشکل ما زنهاست. بگذاریم از این که من به شخصه برای خانم اردلان بسیار متاسفم، میدونم چی میکشه و به عنوان یک زن
همیشه سعی میکنم از تمام، میدونم خودم قربانی چنین چیزهایی تو جامعه‌ام با اون حجاب اجباری، با اون رفتاری که با من میشده بودم، من تمام تلاشمو میکنم برای اینکه راه روشنتر بشه، ولی باور کنین مشکلات ما روزانه امثال آقای توتونچی هزارانن که ما اصلا نمیبینیم نمیشنویم. ما باید قانونمون، ماها هممون، شما که متاسفی آقای کوروش عزیز، هممون باید مشکلاتمون رو با قانون و قانونگذاری کشورمون حل کنیم. بسیار ممنونم. توتونچی هایی رو اجازه بدیم که از اون قانون ها سوء استفاده کنن. تو 30 ثانیه اتفاق تو این زمینه شما رقم خواهید زد یا نه؟ در حقیقت در برنامه خیلی مشخصی الان که بگم برای این مسئله، به جز تلاش هایی که می کنم در این که آگاهانه کنم این مسئله رو که توتونچی شخصا زاده همچین قوانینیه، فعلا هنوز برنامه مشخصی ندارم در این زمینه. بسیار ممنونم. اگه صحبت نمونم با شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم از وقتی که در برنامه به من اختصاص دادین. از شما خدا نگه، خداحافظی میکنم و از مهمان عزیز برنامه. بسیار ممنونم کوروش جان. اگه صحبت نمونم با شما خداحافظی میکنم، چون همیشه بحث‌های فنی و تحلیل‌های فنی خوب و شیوای کوروش رو داشتیم، اما این هفته رفتیم بیشتر تو زمینه‌های دیگه و باید هم پرداخته میشه. اگه صحبت نمونم با خداحافظی میکنم. من دو نکته رو سریع عرض کنم. یکی این که فکر میکردم پیام عزیز از روی خط خداحافظی کردن رفتن، سلام نکردم خدمتشون، امیدوارم همیشه سلامت و تندرست باشن. یکی هم بازی این هفته تیم ملیمون مقابل عمان هست که امیدوارم تیممون بتونه با موفقیت از این میدان به کشور برگرده. بسیار ممنونم از هر سه مهمان گرامی، پیامم که باش خداحافظی کردیم، بینندگان عزیز و ارجمند. اسکیاد از میگم دوباره گفتم در گذشت هادی نوروزی، دوست خوبم امیررضا استنی در منا و زائران دیگه بیت الله الحرام، و از اونورم خبر خوشحالی قهرمانی تیم فوتسال که واقعا به همه چسبید. سری بزنید به صفحه سود در فیسبوک، سایت ران فردا و تلفن پیامی رو که هم کنم زیرنویس میگم. منتظر نظرات خوب شما دوستان گرامی هستیم. بریم بخش تصاویر منتخب ورزشی هفته رو با هم ببینیم، بعد خدمتتون هستیم.